دنیا زشتی کم ندارد، زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود، اما آدمی چاره ساز است. کامیار شاپور، پسر فروغ فرخزاد و پرویز شاپور، تاریخ تولد 29 خرداد 1331، پسری که در 3 سالگی از مادرش جدا شد و در خونه قدیمی کنار پدر، عمو و مادر بزرگش قد کشید و پدرش هیچ وقت اجازه نداد مادرش رو ببینه. فروغ چند سال بعد پسری به اسم حسین رو از جزام خونه به فرزندی قبول کرد. حسین توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته دلیل انتخاب فروغ شاید شباهت بیاندازش به کامیار بوده. این روزا خیلی از سرنوشت حسین منصوری فرزند خونده فروغ با خبرن که در آلمان زندگی میکنه و شاعر و مترجمه، اما واقعا چه کسی میدونه کامیار شاپور الان در مرز 63 سالگی کجاست و چه کار میکنه؟ چی شد اصلا که به فکرت رسید بیای تو پارک بخونی یا دلت خواست که بیای تو پارک بشینی بزنی بخونی؟ والا این یارزوی قدیمی برای من بود، یعنی انگلیسان که بودم میدیدم نوازنده های دورگرد یا موقعی که هیپی ها آمده بودن تو مثلا دارون های مترو تو لندن میزدن اینطوری، از یا مثلا لندن بودن مثلا اون موقع بیشتر توی دارون های مترو میزدن. بعد از همون موقع این آرزو داشتم، اون موقع اصلا گیتار خیلی سه بود و این حتی اگشته بودم ایران بود، یعنی که گیتار خوب نمیزدم، نمیتونستم بزنم اصلا، به تردید زیادی بودم من که، ولی آرزوش همیشه تو دلم بود که مثل یه مثلا دورگرد بتونم اونطوری کار کنم. بعد چرا دورگرد؟ مثلا به کنسرت گذاشتن و به میرسه قصای بزرگتر فکر نکردی؟ چرا، ولی در درجه اول این حالت کولی جیپسیش بود یه طوری، و این تو ایرانم خب حتی پدرم در قید حیات بود، من همش تمرین میکردم ولی به چون نمیرسیدم، سالها و سالها تو کشید تا من بعد پدرم عمو فوت شد، من رفتم منزل عمامینا 2-3 سالی اونجا بودم، بعد اومدم پیش آقای رضا کیکابوسی، من لوس کردن 9 سال منزلشون، من فقط تو خونه آقای کیکابوسی بود، من 9 سال اونجا بودم که گیتار من شروع کرد پیشرفت کردم. و دیگه به جایی رسید که امروز هاتون گفتن رو چه ملودی اینو که مثلا داره کامل میشه. و این ولی میرفتم دیگه، دوست داشتم برم تو مثلا یه روبت قدیم رفتم کو زدم اون موقعی که بیشه همم اینو بودم، منطقه یه روز پنجشنبه که بهم گیر دادم. Thank you.
هیچ وقت نتونستم درآمد خوبی از قبل گیتار داشته باشم. یعنی من بیشترین مقداری که تونستم توی روز بگیرم 22,000 تومان بود، توی روز 22,000 تومان، ولی اونطوری نتونستم درآمد خوبی، چون نمیشد به انگلیسی نخونم مثلا برای مردم یه خود همچین بیگانه ممکنه بیاد برنامه. You say you love if I'm too good. You be thinking of me, some of it alone. Some days when I'm lonely, wishing you were too far away, then I will remember things we said today. And the old jam. یه توی روز 22,000 در بودم. کمترینش چقدر؟ کمترینش که هیچ. هیچی 500 تومن 1,000 تومن. یه روز نه، دو سه ساعتی همینطوری عشقی. منم یه خود عشقی میزنم اونطوری که بگم حالا برنامه شروع شد، تیپ تاپ تاپ تاپ، بعضیش باز دوباره تیپ تاپ تاپ باشن تموم شد، اونطوری کار نمیکنم. من همچین عشقی میزنم، اینطوری ملموس بشه، تعطیف بشه اوقاتا در ذهن. از این برنامه ای که آره دیگه بعدش هم که دیگه فعلا نیومدم تا ببینم دنبال اینم که نتیجه برسم، این به چه نتیجه میرسم. حالا کنسرت خارج چطوریه؟ دلت میخواد بری خارج؟ بعدم نمیدارم، اگه بتونم اقتصادش رو ردید کنم بعدم نمیداره برم خارج. بری چطور؟ اقلا تست کنم، یکم گیتار بزنم، ممکن یه تور برم، چی برم یکم گیتار بزنم. ترکیه رفتم، ترکیه کاری کردم، دو رو بعد رفتم ترکیه، نوبت اول یه مقدار گیتار زدم، نوبت دوم یه مقدار گیتار زدم. یه آقایی تو آرالیا به یه لیره ترک زد، میشه 1500-600 تا اینطوری. البته اینجا هم اینطوری، اینجا هم نوبت اول رفتم میرفتم پارک اندیشه میزدم، یه آقای محسنی بازنشسته 1,000 تومانی نوبت اول 1,000 تومانی گرم داد. بعد یه همینطور بیشتر شد تا من مثلا تا 22 تومن. بعد گذشت، باز یه سال گذشت، رفتم پارک اندیشه، رفتم پارک اندیشه، همینطور ادامه دادم تا دیگه جاگاه ها مشخص شد دیگه. یعنی پاک اندیشه یکی همچین محدوده، اونطوری چیز نمی کنم، ولی اینجا کاری ندارن. البته اینجا هم نوبت اقل یه نیرو انتظامی من بهم گفتش که دیگه مثلا الان نزن گیتار تو میان میگیرن. این چی دیگه، من هم این کارم پیگیری کردم تا به اینجا رسیدم، دنبال این هم چی نتیجه جدی ازش بگیرم. این فقط یک تصویر ساده از زمان حال پسر فروغ فرخزاده است. برای شنیدن خاطرات کامیار شاپور از کودکی، جوانی، سالهای تحصیلش در انگلیس و حال و هوای این روزهایش کمی منتظر بمانید.